سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم، به همراه پوریا با خبرها و گزارش های شما در خدمتتون هستیم. از آقای دکتر نوریزاده بابت فرصت تهیه و پخش این برنامه و حمایتاشون سپاسگزاریم. بریم گزارش ارسالی ببینیم و برگردیم. من راننده تاکسی هستم. این پرچم‌ها رو ما رو مجاب کردن وصل کنیم به ماشینامون، در غیر این صورت جریمه میشیم. حالا که کارتون افتاده به ما، پرچم‌ها رو میدید به ما، تازه اگرم میخوان عکسم بندازن، میخوان میدونی خودنمایی کنن که جمهوری اسلامی مثلا پیروز شده. خواستم بگم که راننده تاکسی اینجور جا به دردتون میخوره، پس چرا سایت بیمه رو باز نمیکنین؟ پس چرا ماشین های اسقاطی رو به راننده ها نمیدین؟ یعنی میخوان اسقاط کنن ماشین هاشین ها، هیچ تسهیلاتی نمیدین؟ اینجور موقع فقط ما به کارتون میایم. توی جمهوری اسلامی همه چیز زوریه. فکر میکنن با اجبار و تهدید میتونن برای خودشون مشروعیت بخرن، ولی نمیدونن که جامعه ایران عین یه بمب ساعتی هر لحظه امکان منفجر شدن داره. مردم خسته از این همه ظلم و جبر و فساد و به تنگ اومده، متحد با هم در برابر این حکومت فاسد و ننگین بلند خواهد شد. عنایت کنید کالاهای اساسی. کالای اساسی چیا؟ اونی که تو سفرمونه کالای اساسیه. این کالای اساسی تا ما بندش کنیم به قیمت ارز گرفتاریم. حتما باید ما رابطه شو با ارز قطع کنیم به نحوی که بریم به طرف خودکفایی کالاهای اساسی. هفته پیش رفتم سلاج خریدم 38,700 تومان. امروز رفتم گرفتم دونه 69,000 تومان. نمیدونم دلارمون دو برابر شده، چه اتفاقی توی این مملکت افتاده، چطور میشه یه سلاج دو برابر 30,000 تومان یک بار گرون میشه؟ خدا لعنت کنه باعث و بانیشو. آقای رئیسی، پس چی شد اون حرفایی که موقع انتخابات میزدید؟ شما که عرضه ثابت نگه داشتن قیمت یه شیر خشک و ندارین، پس برای چی کاندید میشید و یه سری دروغ تحویل مردم میدین؟ موندیم اون نیروهای ارزشی طرفدار نظام خودشون کودک خردسال ندارن که مجبور باشن براش پوشک و شیر خشک بخرن، که همچنان طرفدار این فاسدین دزد و جنایتکارن؟ همیاران گرامی و بزرگواران مسئول در تبریز، آقای شهردار تبریز سلام. میگه بستراه نفسم بغض دلم شعله وره هست، چو یتیمی که به او فحش پدر داده کسی. آی شهردار، این فیلمو ببین، یکم غیرت تکون بخوره تا در موردش حرف بزنه. اینجا تبریز، آخر خیابان ارتش، یه پیر مرد معلولی که وضعیتش خودش مشخصه داره دستمال کاغذی میفروشه. بزرگواران صد معبر میرسن، خودتون دیگه دیدید تو فیلم، به همین راحتی که میبینید وسایل پیر مردو ازش میگیرن، بعد تیپا میکشه زیرش. یه پیر مردی که معلوله، اصلا چرا داره با این سن دستمال کاغذی میفروشه؟ این خودش دقیقا یه مبحث جداست. به جایی که زیر دست یه معلول رو بگیرید، نیروهاتون یاد گرفتن تیپا بکشن زیر یکی. بعد جالب اینه، شماها فرداش هم میایید میگید آقا بله با دستور فلان برکنار شد، فلان شد، بهمان شد. آقا تا کی برکنار کنی؟ من تا یاد دارم نیروهای شهرداری میزدن یه قانون آقا بیارید جمع کنید دیگه اینا رو، از این فیلم های نمیدونم بزن بزن نجاتشون بدید. تا کی میخوای بیاید بگید این اخراج شد اون اخراج شد، اینو رد کردیم اونو رد کردیم؟ زن زدن، پیر مرد زدن، همه نوع آدم رو زدن، معلولشو میزنن، جنسشو میگیرن، میتیپا میکشه زیرش. بابا یه بار برای همیشه جمع بکنید سد معبراتونو، یا این نهاد کلن جمعش کنید، یا یه فکری به حالش کنید که به این نفت طرف
به خودش اجازه نده تیپا بکشه زیر پای بابای خودش. من خودم شخصا تو پیجم تا الان 200 کلیپ گذاشتم از این بزن بزنا، از این آدمای عقده‌ای که پرورش دادید. یه بارم جمع نمیشن دیگه. آقا یه بار برای همیشه بیاید یه جواب به مردم بدید. و اگر یک ذره از غیرت همین پیرمرد تو وجودتون بود، شک نکنید این اتفاقات رقم نمیخورد. شک نکنید یه روزی باید جواب دل خودتون رو بدید. همین. خدا نگهدارتون. طبق معمول مامورین شهرداری حرمت یه پدر معلول که برای کسب یه لقمه نون حلال تو خیابون دستفروشی میکنه رو نگه نداشتن و به این شیوه باهاش برخورد کردن. موندیمون قوه قضاییه الان کجاست؟ یا اون مراجع تقلید قم که رگ گردنشون برای یه تار مو میزنه بیرون؟ اما برای این چنین صحنه هایی سکوت میکنن. خب بریم سراغ ابراهیم شش کلاسه. انگار این روسا تصمیم ندارن دست از تحقیر رئیس جمهور شش کلاسی بردارن. این دفعه مجله روسی پراودا به معنی حقیقت کاریکاتور رئیسی رو یخ زده پشت در بسته کرملین کشیده. نشون از تحقیر در کرملینه. رئیس جمهوری که برخلاف همتایانش پوتین و معاوناش برای استقبال از اون نه به فرودگاه اومدن و نه حتی به دم در کرملین. پوتین برخلاف دیدارهای چند ماه گذشتهش با رئیسای جمهور مختلف حتی یک قدم برای یه گفتگوی خشک و خالی تو اتاق جلسه پا پیش نذاشت و رئیس رو عین یه جزامی اون سر میز 7 متری نشون. آخر جلسه هم برخلاف سایر رؤسای جمهور تک و تنها بدون هیچ بدرقی فرستادنش بیرون و اون مشاور بیچاره‌اش هم که دید ماشین تشریفات هنوز نرسیده بال بال زنون به دنبال کشوندن ماشین به دم در کاخ بود که رئیس جمهور تحقیر شدهش حداقل یخ نزنه. حالا کلاه شما قاضی، این روسا حق دارن همچنان این دلقه که بی‌سواد مسخره کنن یا نه؟ هشتگ رئیس جمهور حقیر. جالبه که خود اطرافیان رئیسی گفتن این سفر بی موقع بود و رئیس جمهور هنوز آمادگی سفر خارج از کشور رو نداشته. منتها نمیدونیم چرا قبلش همه لال بودن و بعدش که حسابی تحقیر شده تازه صداشون در اومده. زای مجازی، حجم زیاده تردید نکنید که دستاورد سفر خیلی زیاد بود و قطعا هم همینطوره. من با مای کسی که در تمام جزئیات سفر بودم در واقع این رو با اعتماد بالا و با صداقت تمام دارم بیان میکنم. ببینید این حرفایی که ما میزنیم شما دارید ضبط میکنید، شما هم ضبط نکنید. امروز دنیای ارتباطاته، عصر ارتباطاته. من نمیتونم 6 ماه دیگه بیام در مقابل شما بنشینم و تعهدی در مقابل این حرفام نداشته باشم. شما قطعا دوباره خواهید آمد و خواهید پرسید که خب اون دستاوردهای سفری که گفتید چه مقدارش روی زمین پیاده شده. ما باید اونقدر اعتماد داشته باشیم، اونقدر اطمینان داشته باشیم و اونقدر با برنامه حرکت کرده باشیم که فردا هم بتونیم به شما پاسخ بدیم. دستاوردار شما ببینید خود روسیه بلا فاصله بعد از این سفر سابقه نداره که بخواد یک اعتبار فاینانسی بذاره و سریع هم بگم برین شما انجام بدید. یکیش هم همین راهنه. ظرف همین هفته 2 تا شرکت روسی دنبال این هستن که اطلاعات پروژه رو بگیرن و مشارکت بکنن. آقای رئیسی وقتی که رفتن توی روسیه با شرکت‌های بسیار قدر و توانمند در حوزه انرژی، نفت و لوجستیک در روسیه جلسه داشتن. من اسامیشون هم دارم، شرکت‌های معتبر روسیه‌ان، شرکت‌های بزرگ روسیه هستن، تمام همه کارتل‌های اقتصادی‌ان. با اینها جلسه داشته و اینها رو دعوت به مشارکت کرده. همین الان که خدمت شما دارم صحبت می‌کنم 2 تا هیئت روسی اینجا هستن. بعد از سفر آیه رئیسی دستاوردهای فراوانی ما داریم. تو بحث همین واردات محصولات کشاورزی که ممنوع شده بود که من اینجا جهت قاطعانه عرض میکنم تمام قصور و کوتاهی از سوی به اصطلاح دوره وزیر وقت جهاد کشاورزی بوده. اصلا تمام این قصور و خطاها مال دولت زمان آقای روحانی بوده. من شجاعانه اینو میگم، تو تلویزیون هم حاضرم اینو اثبات بکنم، مستندی که دارم. و اگر در تابستان گذشته که روسیه اخطار کرده بود که آقا این محصول شما مشکل داره و میرفتم و پیگیری جدی میکردم، ما شاهد ممنوعیت نمیشدیم. ولی با وجود همین این قضایا چین 1 سال نتونست واردات رفع ممنوعیت واردات بسیار صادرات فلفل خشک به روسیه رو حل بکنه. 1 سال طول کشید. اما در جمهوری اسلامی ایران مسئولین ما برای خودشون کلاس نذاشتن.
به خدا اگر در دولت قبل بود هیچ وقت معاون اول رئیس جمهور حاضر نمیشد به خاطر فلفل مثلا زنگ بزنه به نخست وزیر روسیه. هیچ وقت وزیر امور خارجه کشورمون حاضر نمیشد که دو بار سه بار با مثلا لاوروف مذاکره بکنه در خصوص بحث فلفل. یعنی همزمان با بحث مذاکرات هسته‌ای والله من دارم عرض میکنم برای اطلاع فعالان عرصه کشاورزی گلخانداران، این دولت مذاکره فلفلی هم داشت. یعنی دیگه اینو بگیم واقعا یه طنز شده، ولی شد. چرا؟ چون یک مسئله، یک اصل برای این دولت واقعا براش مهمه و منافع ملی کشور. اینها واقعیت هاست که ما به هر حال داریم. دستاورد سفر آقای رئیسی بسیار بسیار بالاست و نباید ما فریب کسایی که دارن بالاخره استراتژی کشورهای رقیب و دشمن و بدخواه ملت ایران رو دارن در کشور نمایندگی میکنن، فریب اونها رو نخوریم. البته من اینجا گلایه دارم که صدا سیما رسانه ملی خیلی ضعیف تو این قضیه دارن کار میکنن. یعنی ملاحظات کاری صدا سیما توی این قضیه بیش از حده، واقعا بیش از حده. این هم مالکشای جدید دولت که پا جای پای ظریف گذاشتن و روی گند ابراهیم ششکلاسته و تحقیری که شده ماله میکشن که بله در آینده ما حاصل این سفر رو میبینیم. منتها نمیدونیم چرا به غیر تحقیر رئیسی در برابر پوتین هیچ عکس و فیلم دیگه‌ای بیرون نیومده که نشون بده این بی سواد کار دیگه‌ای هم تو روسیه کرده که بخواد ماحصلی داشته باشه. تبریک عرض بکنم. استان گیلان استان بسیار پرظرفیتی هست. ظرفیت اقتصاد دریا، اقتصاد گردشگری، ظرفیت بسیاری که در استان وجود داره میتونه بسیاری از مسائل و مشکلاتی که استان داره از جمله مسئله و مشکل بیکاری و مسئله ضرورت اشتغال که امروز بعضی از خانواده ها رو نگران کرده، مسئله بیکاری، مسئله امروز در گیلان آن است که ما هم مسئله معیشت مردم هم مسائل فرهنگی و اجتماعی که در این استان داریم دنبال کنیم. دوستان ما اومدن بررسی کردن. آخه این آدم فارسی رو به زور حرف میزنه، تو یه دقیقه 10 بار میگه مسئله، اون وقت میخواد بره سفر خارجی و نماینده ایران تو کشورهای خارجی باشه. امروز اگر یک هم چیزی بشد اینها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد. بعد کلی تحقیق فهمیدیم الگوی رئیسی کی بوده. معلوم الگو گرفته و درست این اون بی سر و تا حرف میزنه. And it's fixed. We have decided to increase the 10% and it's applicable as of October 1. Then you will be over again. Until 9 months. Until the end of June. Les allongés de l'offrir sur la fin. Mais vous avez demandé 15%, vous n'êtes pas déçu par cette décision? Oui, je suis très heureux. آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم استان میگم هم به سراسر کشور، به هیچ عنوان نباید هیچ بانکی که بانک میخواد تملک بکنه موجب تعطیلی بانک بشه. به این سفرها من فکر میکنم حداقل یک سال کار دولت رو جلو میندازه. مواد اولیه مسئله من نیست، اما من مسئلمه. عقل مردم، ولی که مردم عقل یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی. یه زمانی جمشید آموزگار نخست وزیر ایران بوده که به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط بوده و جواب خبرنگارا رو با زبان خودشون میداده. و الان این مردک بی سواد و جنایتکار رئیس جمهور ایرانه که سواد فارسی حرف زدنم نداره. واقعا افسوس میخوریم که چی بودیم، چی شدیم. حضرت صاحب السلام، ایشون صاحب این کشور است و سرنوشت این کشور را ایشان رقم میزن. بله حاج آقا، ولی حضرت صاحب از زمان این بار سرنوشت مملکت خودش رو با فساد گره زده. تو 180 کشور مملکت امام زمانتون از لحاظ گستردگی فساد مالی تو جایگاه 150 قرار گرفته. مرد حسابی شدیم همردیم با آنگولا و اوگاندا. تنها چند کشور تو منطقه از ما فاسد تر هستن. چه کشورایی؟ امام زمان صاحب کشور ماست و کشورهای شیعه دیگر
عالم مثل مثلا عراق یا افغانستان. بله دقیقا همین افغانستان و عراق و دو تا کشور یمن و سوریه که خودتون هم میدونین چند سالی از امام زمان به اونا هم نظر داره فاسدتر از ایران هستن. انگار حضرت هر کشوری رو به نامش میزنن بدبختی و فسادتون سر به فلک میکشه. اون وقت امارات که خبری از اون حضرت درش نیست شده پاکترین کشور منطقه تو زمینه فساد اداری مالی. هشتگ اسلام و پله با همین خرافات و امامان دروغینشون ایران رو به اینجا رسوندن، پر از فساد و دزدی و فقر. متاسفانه هر جایی هم که پای این آخوندهای فاسد باز میشه اونجا هم پر از فقر و بدبختی و فساد میشه. فرماندهان نوجوان بسیج که با سران سپاه و نمایندگان ولی فقیه دیدار میکنن با خامنه ای ملاقات میکنن و به هم نور قرض میدن. میلیارد میلیارد بسته حمایتی جمع میکنن و بین نیازمندان پخش میکنن. چفیه میندازن و پایگاه شهید این و اون رو افتتاح میکنن و با کله گنده های سپاه عکس میگیرن. اما گند کارشون که در اومد همین خبرگزاری ها تصاویر افتخار آفرینی این نوجوانان آتش به اختیار ولایی رو حذف میکنن. نوجوانان فرمانده بسیج ذوب شده در ولایت امثال مهرشاد سهیلی ها و میلاد طاهرخانی ها و احسان دلاویز ها یکی دوتا نیستن که سر به زیرن و حرف از خدمت به خلق و راه ولایت میزنن و ادای انسان های پارسا رو در میارن. اما دیر یا زود گند گردش مالی نجومی و اختلاس ها و سوء استفاده های مالیشون در میاد. اینا اصل پرورش یافته های مکتب ولایتن. آخه از مکتبی که 4 دهه ریاکاری و دغلبازیشو به نمایش گذاشته انتظار ثمری بهتر از این نخاله ها داری؟ هشتگ اسلامو پله کردن مردم زله کردن. این نتیجه 43 سال ایدئولوژی این آخوندهای مرتجعه که فقط دزد و فاسد و کلاهبردار پرورش داده و به اسم جهاد اسلامی از خودشونم کلاهبرداری میکنن. رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم و عضو سابق شورای انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ایشون یکی از منتقدان سرسخت دموکراسی غربی و مدرنیته است و نقش پررنگی در اسلامی کردن دانشگاه ها داشته. اردکانی از شیفتگان قاسم سلیمانی بوده که آمریکا رو به خاطر ترور سلیمانی نفرین کرده و از خداوند خواسته که جبرانش کنه. ایشون 3 دختر با نامهای بهار، مریم و نگار داره که بهار ساکن آمریکاست و استاد مطالعات دینی. مریم ساکن لندن و بازیگر تئاتره که در نیویورک هم منزل مسکونی داره. نگار هم ساکن لندنه و ادبیات فارسی تدریس میکنه. خود اردکانی هم یک منزل مسکونی در سندیگوی کالیفرنیا داره. باید از جناب اردکانی پرسید شما که مخالف فرهنگ غرب و مدرنیته هستید و آمریکا رو به خاطر ترور سردار دلها نفرین میکنید، چرا فرزندان شما حاضر به بازگشت به ایران و زندگی در زیر سایه امنیت جمهوری اسلامی نیستند؟ اون نمونه جوان بسیجی بود که کلاهبردار از آب در اومد. اینم از طرفداران خمینی و جمهوری فاسد اسلامی و مخالف فرهنگ غرب و مدرنیته بوده و حالا فرزندانش در آمریکا و اروپا زندگی میکنن، خودش هم در کالیفرنیا منزل شخصی داره. وقت تو ایران مرگ بر آمریکا میگه و سر سفره انقلاب نشسته. آقای امینی من به شما عرض میکنم مصرف اقلام کالای اساسی ما داره به ضریب 1.2 دهم 1.3 دهم به 1.5 داره میرسه، یعنی ما کشورهای اطرافمون رو هم به فضل الهی داریم کمک میکنیم، یعنی به واسطه سیاست ارز ترجیحی این سفره نظام جمهوری اسلامی ایران برکتش اینقدر زیاد بوده کشورهای اطراف و همه دارن سر سفره استفاده میکنن، الحمدلله خیلی در آرامش و با تمنینه دارن از این سفره استفاده میکنن. میگم میشه سران مصرف یه عددی گندم روغن عدد باشه بعد میزان واردات و تولید ما رو جمع میزنه بشه 1.5 بشه 1.3 دهم 1.2 دهم؟ یعنی شما دارید یه یارانه ای رو به دیگران میدید که مستحق دریافت یارانه نیستن. این هم مفخران سفره انقلاب که از جیب مردم و سرمایه های کشور تروریست پرورش میدن و با افتخارم میگن به کشورهای دیگه یارانه میدیم. وقت مردم ایران باید تو فقر و نداری زندگی کنن. لازمه که حتما اولیا فرزندانشون رو سوق بدن بیان مدرسه. سویه اومیکرون خطر آنچنانی رو برای دانش آموزان نداشته، البته نمیگم به صورت سرماخوردگی بود. راه و پشتیبانی آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های بستری دانش آموزان مبتلا به کرونا تا سقف 10 میلیون تومان خبر داد و گفت
وزارت آموزش و پرورش همچنین هزینه‌های درمانی سرپایی و بیمارستانی ناشی از هر حادثه برای دانش آموزان را تا سقف 6 میلیون تومان پرداخت خواهد کرد. آقای کریمی فر گفته همچنین خانواده‌های دانش آموزان متوفای ناشی از هر حادثه در داخل و یا خارج از مدرسه تا سقف 15 میلیون تومان غرامت فوت دریافت خواهند کرد. اینم اوج تدبیر این بیخردان که خیلی راحت تو شرایط کرونایی کشور میگه بچه هاتون رو به اجبار بفرستید مدرسه، اگرم فوت کردن ما نفری 15 میلیون تومان میدیم. اینا واقعا هیچ بویی از انسانیت و شرافت نبردن و شرم نمی کنن. حتی با اون زمان که مبارزه با رژیم پهلوی رو شروع کردید، آیا از اول قصد برکناری شاه و پایین کشیدن رژیم سلطنتی رو داشتید یا نه مثلا اول قصد روحانیت و امام نصیحت شاه بود و بعد رسید به این که نه باید شاه برود؟ اصلا من قصدم از اول نابودی شاه بود، چون مرد ناجور و آمد بخون گفت دوره مفخری گذشته است. هزار سال از فکر اینا. شاه فقید این آخوندهای مفخر خوب شناخته بود. این آخوندها انقدر پررو‌اند که با افتخار هم به مفخر بودنشون افتخار میکنن که بله شاه به ما گفت دوره مفخریتون تموم شده. خب عزیزان، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما gozaresh.tv@gmail.com، شماره تلفن گزارشگر ما 2044-738-822-2449 هست که میتونید از طریق تلگرام و واتساپ فیلماتون رو برای ما ارسال کنید و همچنین میتونید ما رو در فیسبوک و اینستاگرام هم به اسم gozaresh.tv دنبال کنید. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته آینده و خبرهای جدید، خدایار و نگهدارتون.